بینندگان عزیز درود بر شما. از استدیوی خبر تلویزیون ایتیش اهم آخری رویدادها را به آگاهی شما میرسانیم. از ورود دانشجویان دانشگاه ملایر با پوشش کردی به دانشگاه جلوگیری به عمل می آید. بر اساس گزارش های رسیده، هنگامی که گروهی از دانشجویان کرد دانشگاه ملایر قصد داشتند برای حضور در کلاس های درس با لباس کردی وارد دانشگاه شوند، مسئولان حراست از ورود آنها جلوگیری به عمل آوردند. دانشجویان که از شهرهای کرمانشاه، ایلام و سنندج بودند، از سوی مسئولین این دانشگاه تحقیر شدند و آنها را ضد انقلاب خطاب کردند. قابل ذکر است که اکثریت دانشجویان دانشگاه ملایر که 9000 نفر هستند را دانشجویان کرد تشکیل می‌دهند و درخواست آنها برای برگزاری کلاس‌های آموزش زبان کردی با واکنش شدید مسئولان شورای فرهنگی دانشگاه مواجه شده است. همچنین نشریه دانشجویی این دانشگاه به نام راسان که به زبانهای فارسی، کردی و انگلیسی به چاپ میرسد، به علت چاپ مقاله های کردی توقیف گردید و مدیران مسئول آن نیز مجازات شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در دفاع از هانا عبدی بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است پس از 8 ماه بازداشت، هانا عبدی فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1 میلیون امضا برای برابری زن و مرد به 5 سال زندان در زندان گرمی در منطقه مرزی اردبیل محکوم گردیده است و به گفته محمد شریف وکیل هانا، شیوه های گرفتن اعتراف از موکلش با پرونده وی تناسب ندارد و نسبت به آن معترض است. این سازمان ضمن اعتراض نسبت به صدور این حکم، نگرانی خود را نسبت به احتمال صدور چنین حکمی برای دیگر فعالان حقوق زنان کرد از جمله روناک صفارزاده ابراز نگرانی شده است و خواستار محاکمه عادلانه هانا عبدی با معیارهای قانونی و انسانی در مرحله تجدید نظرخواهی و لغو حکم صادره علیه وی شده است. این سازمان در پایان به سازمانهای حقوق بشری در ایران و جهان نسبت به روند رو به افزایش شمار بازداشت فعالان کرد در ایران